دومین روز تیر ماه برابر با 23 ژوئن سال 808 خورشیدی برابر با 1429 میلادی، در گذشت جمشید ابن مسعود ابن محمود طبیب کاشانی، ملقب به قیاس الدین جمشید کاشانی که در غرب به الکاشی مشهور است، فیزیکدان، ریاضیدان و اخترشناس ایرانی که در واقع باید او را خالق مواردی چون اختراع کسرهای اعشاری، دستبندی و حل عددی معادلات درجه اول تا چهارم، محاسبه عدد پی، اختراع روش‌های انجام چهار عمل اصلی در ریاضیات به شکل کنونی، اختراع روش کنونی پیدا کردن جذر، ساخت یک ابزار رصدی دقیق به نام طبق المناطق، تصحیح زیجئیل خانی، نگارش کتاب مهمی درباره حساب به نام مفتاح الحساب، محاسبه جیب یک درجه، کشف قضایای کوسینوس در مثلثات که هنوز هم در فرانسه به همین سبب آن را تئورم کاشی می‌خوانند. سال 1287 خورشیدی برابر با 1908 میلادی، محمد علی شاه قاجار به بهانه سوء قصدی که به او شده بود و با مقصر جلوه دادن مشروط خواهان دستور داد تا از اولین ساعات صبح راه‌های منتهی به مجلس بسته شود و پس از گذشت چند ساعت دستور به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی توسط کلونل لیاخوف افسر روسی را صادر نمود و بدین ترتیب پس از کشته و زخمی شدن بسیاری از مجاهدان مجلس، منحل و دوره استبداد صغیر آغاز شد. سال 1292 خورشیدی برابر با 1913 میلادی، نیروی پلیس با لباس ویژه و به شکل کنونیش به وجود آمده نظمیه خوانده شد. نیروهای این تشکیلات جدید که توسط چند افسر سوئدی آموزش داده شده بودند، زیر نظر سرهنگان خدمت می کردند و علاوه بر حفظ و برقراری نظم وظیفه داشتند تا به صورت ضابط دادگستری نیز عمل نمایند. سال 1306 خورشیدی برابر با 1927 میلادی، تصویب طرح اجباری شدن کلاه شاپو برای مردان در مجلس شورای ملی. رضا شاه پهلوی پس از به دست گرفتن قدرت، در ابتدا برای نظم بخشیدن به پوشش کارمندان دولت از مجلس شورای ملی خواست تا با تصویب قانون استفاده از لباس متحدالشکل و کلاه شاپو برای وزرا، وکلا و رؤسای ادارات و مستخدمان دولت اجباری نمایند. سپس این دستور برای مدارس اجباری گردید و دانش آموزان موظف به پوشیدن لباس یک شکل شدند. در این میان بازاریان از تغییر لباس ناراضی بوده و با تمام فشار و توصیه های کلانتری ها از آن روی گردان بودند. از آن طرف چون قانون برای پوشیدن لباس کوتاه و کت و شلوار وجود نداشت و برخی از طبقات مردم مایل به استفاده از آن نبودند، پس مشکلاتی به وجود آمد. از این رو برای اینکه این عمل صورت قانونی پیدا کند، نمایندگان مجلس با تصویب طرحی استفاده از کلاه شاپو را اجباری اعلام کردند.